سلام عرض میکنم، جای شما خالی، اومدیم ریچمون پارک. ریچمون پارک مشهور به فضای سرسبز و گاردن طبیعی که حیوانات به صورت آزادانه توی اون شروع میکنن به حرکت کردن. شما میتونید برید نزدیک اونا رو ببینید. امروز آوردمتون تا جایی که البته فرصت به هم اجازه بده یه نگاهی به این اطراف بندازیم و دوست دارم شما هم ببینید که الان دقیقاً این جلو چی هست که شما ببینید. ببینید گوزن و آهو تقریبا تو 20 متری من. یه گزارش خوبی هم دارم از اینجا میگیرم، بعدا خدمتتون تقدیم میکنم. جای همگی خالی. تا چش کار میکنه گوزن و آهو. زنده باشی. قربون شما دوستانی که دارید پیام میدید. ببخش من مشغول فیلم برداری هم خیلی نگاه نکردم. سلام میکنم به همه عزیزان، خیلی خوش اومدید. یه دوری هم بزنم ریچمون پارک رو ببینید. امروز هوا خیلی خوب بود، هوا آفتابیه، البته تا یکی دو ساعت دیگه قرار آفتابی بمونه. تقریبا هوا گرم، البته با کاپشن باید بیای بیرون، ولی خب بد نیست. اینم اطراف، اینم دوچرخه‌ای که من باهاش اومدم. یه دوچرخه فولدبل، یعنی قابل تا شدنه که توی صندوق عقبم جا بشه. خب برگردیم بیایم این طرف دوباره آهوها رو ببینید. نظرتون چیه؟ زنده باشید دوست عزیز، از انرژی شما سپاس. سلام، قربون شما، سلامت بشید. ببینم من چند قدم دیگه برم جلو، ببینم اگه اذیت نشن و نرن یکم نزدیکتر شم بهشون. خیلی نزدیکم، ببینید شاید از اینجا تا اونجا کلن الان 15 قدم بیشتر نیست. والا همین میخوام اینم تا کی ازم نمیترسن. خب من تو پسته قبلی هم بهتون گفتم که واقعا اینجا حیوانات از آدم ها نمیترسن، حتی پرنده ها میان میشنن رو دست دونه میخورن. الان من با این فاصله کم اینجا نشسته داره من نگاه میکنه. والا این شاخ این جلوی شکسته. ببین تا این فاصله که اومدم دارم بلند میشم. بذار من برم که اینا بفرمایید. خواهش میکنم، خواهش من بلند نشید. بفرمایید بفرمایید، چون این دفعه بلند میشن کلشون میره. بله از دم جلوتر اجازه ندادم برم جلو. دقیقا مثل یه انگلیسی رفتار کردم، بدون اینکه شاخشونه بکشم بلندشان رفتن عقب، نشستن دوباره زمین. سلامت باشید، قربون شما برم. خب دوستان چطوره؟ به نظر شما پارک خوبی نیست؟ به نظر من که خیلی پارک خوبی. امروز خیلی شلوغ بود، خیلی خیلی ترافیک بود، یعنی شاید تو روزای خلوت اگر اینجا رو شما بتونی 50 دقیقه بیای، امروز ما 1 ساعت و 25 دقیقه تو راه بودیم تا برسیم اینجا. خب اینجا هم جای پارک ندارن دیگه، میدونید دیگه توی انگلیس جاهایی که اینجوری زیباست شما اصلا ماشین حق نداری بیاری نزدیک، باید بری خیلی دور از دور بایستی بیای. ملکم خوبه، سلام میرسونه، حال شما رو میپرسید. بذارید من بزنم اون طرف، همینطور که داریم صحبت هم میکنیم شما مسیر رو ببینید، لذت ببرید. مرسی مرسی از تعریفتون از لایوامون. به به به، ببینید فقط لذت ببرید. بله این دوستان هم دارن عکاسی میکنن. این
حالا انتخابات آمریکا رو فعلا بهم خبر ندادن. خود ترامپ قرار شد بهم زنگ بزنه که چیکار کردن. بهتون اطلاع میدم. هنوز ظاهرا آمار کامل در نیومده. در بیاد حتما من یه استوری میکنم. یعنی خودم خبردار بشم، البته شما هم خبردار میشید، ولی خب سعی میکنم که به شما هم اطلاع بدم از طریق استوری که بالاخره ترامپ میاد بالا یا غیر ترامپی. بله، اینم از اینجا. خب سلام، سلام بر منیجر خانم، سلام بر دوستان عزیز. تو ایران جای کوههای اسالم گوز است. بله بله، اسالم تا خلخال مسیر خیلی معروفیه اونجا، همه میگن برو حتما ببین. متاسفانه من نتونستم برم هیچ موقع تا وقتی که ایران بودم، ولی خب تعریفشو زیاد شنیدم. حالا حساب کن شما اگر این گوزنا رو وسط تهران داشته باشید، اصلا آدم مگه میشه تو ایران باشه که اینا رو هفته اول سرخ میکنن میخورن؟ و ببین چقدر آزادانه شکارچی نداره اصلا اینجا. اینجا اصلا کسی به ذهنش نمیرسه میشه اینا رو خورد. خیلی اینا حواسشون هست. بله بله، شما بچه گیلان هستید میدونید که البته فکر میکنم اسالم رو میگن. بله خیلی جای قشنگه. رفتم دو سه دفعه تا نزدیکاش رفتم، ولی لیه فرصت نشد تا برم سمت خلخال. خب بریم دوباره یه خورده مسیرمون رو این وری ببینیم چی میشه. ببینید چقدر دارن لذت میبرن اینه که دارن میدونن. ورزشکارا هم که همیشه میان اینجوری اینجا ورزش میکنن. ببین ساختمونه شهر از لابلای این درخته داره دیده میشه، تقریبا نزدیک شهر این بخشش. ولی خب اگر به این سمت بخواید برید خیلی وسعت داره، یعنی واقعا نمیشه اصلا شما از این ور ریچمون پارک تا اون ور ریچمون پارک رو پیاده برید. خیلی یعنی زیاده، خیلی ساعت ها طول میکشه. بد نیست بزنید توی گوگل ببینید که چقدر وسعت داره. فکرشو بکن اگر همچین جایی رو ما توی تهران داشتیم چه ارگانایی دست میذاشتن روش رو شروع میکردن برج ساختن. واقعا حیفه. اینجا جنگلیه که بیاید بریم با هم دیگه نگاهی بندازیم ببینیم چی به چیه. بذارید اینجا پارکش کنیم. یعنی مثل کلاغ چی؟ آهو نمیخورن؟ آسایی بخشی یه سوال در مورد رانندگی در انگلیس داشتم. آیا رانندگی از سمت چپ سخته؟ چقدر طول میکشید چون عادت کردید؟ آره واقعا اوائلش خیلی سخت بود. اوائلش خنددار بود اصلا. یعنی اینطور براتون بگم که شاید تا چند هفته که شما وقتی میخوای بشینی برعکس میشینی، از اون طرف می بشینی. بعد روزای اول که به شکل مضحکی شما هی دستی رو اشتباه میگردی دنبالش، دنبال دنده اشتباه میگردی. بعد خیلی سخته، ولی خب به هر حال آدم عادت میکنه دیگه. پس سفری که من داشتم و رفتم فرانسه، خب اونجا دوباره برعکس بود میشد دیگه و اون دیگه یه خورده سخت‌ترم بود. چرا که هم فرمونمون برعکس بود، یعنی خیابونا دوباره برعکس شده بود و شما برعکس بقیه هم تازه نشسته بودی، اون یه خورده سخت‌تر بود. خب اه...
آسفالتش ماشین رو نیست. آسفالت کجا رو منظورتونه؟ آسفالت اینجا رو میگید؟ اگر سوالتون رو بپرسید دقیق بهتون بگم. سلام، سلام خانم سارا خانم. عرض به حضورتون، اینجا آسفالتاش از ایران بدتره. من روزی که وارد شدم اینجا فکر میکردم دیگه انگلیسه، دیگه انگلیس باید زمینش رو دیگه شرده، حتما لیست زده. بعد متوجه شدم که نه، آسفالت ایران ظاهر بهتری داره، یعنی اینجا شکستگی و درب داغونی خیلی بیشتری داره. ولی موضوع اینه که اینجا یه بار آسفالت میکنن که 50 سال استفاده بکنن، اونجا آسفالت میکنن که هفته دیگه دوباره خراب میشه. ایران خیلی هزینه میکنن برای آسفالت، اینا هزینه نمیکنن، یه جوری اصولی میسازن که بمونه، سالها باید بمونه، و اگه خراب شد دیگه یواش یواش خطرناک باشه درستش میکنن. از کی قرنطینه شروع میشه؟ از فردا. به خاطر همین خود خیابون شلوغه گفتم خیلی ترافیکه. چرا شکار نمیکنن؟ قانونه. خب ببین، شکار رو جایی میکنن که طرف وضعش بد باشه، یا مثلا گوشت گرون باشه با شکار، یا دنبال تفریحه، یا برای شکمه دیگه، که ایران خب بیشتر دنبال شکمه دیگه. وقتی پرندهای مهاجر رو میگیرن، چند میلیون تاش رو تو شمال میخورن، تو جنوب میخورن، خب بحث شکمه دیگه، شکمشون نمیتونن سیر کنن، به هر حال این گوشت مجانیه. ولی اینجا وقتی گوشت خیلی ارزونه و اصلا مردم دنبال این چیزا نیست، اصلا به این چیزا اصلا فکر نمی‌کنن. اگر همینجا مثلا برای ماهیگیری میرن، یه حوضچه‌هایی رو درست می‌کنن، بعد طرف پول میده میره ماهی رو میگیره، به شرط مثلا ول کردن. حتی البته بعضی جاها ماهی رو شکار می‌کنن، اونجا فرق می‌کنه، اونجا هم باید مجوز بگیری تا بتونی ماهی رو شکار بکنی، بتونی قلاب بنزی بگیری. خب سلام، ببخشید، قاچاق میشه رفت اروپا؟ خب همه قاچاق میرن دیگه، خیلی قاچاق میرن اونجا. وضعیت قرمز کرونا، آره داره وضعیت قرمز میشه واقعا، که همه جا دیگه تمو پاپا و کلابا و نمیدونم رستورانا رو همه رو از فردا بستن، میبندن. چرا ماسک نزدی؟ به فکر سلامتی تو هستم. نه، اینجا ببین هیچ کی نزده، اینجا الکی نمیزه. ایران نیست که بگن که آقا باید پشت فرمون ماشین شخصیت هم ماسک بزنی، بعد اون وقت مترو رو هیچ کاریش نکنن، بعد بگن برو سر کار، توی مترو همه بدبخت ها مریض بشن. اینجا میگن که آقا فضای باز لزومی نداره، ولی فضای بسته اون وقت دیگه اصلا راد نمیدن تو. اینجا هم لزومی نداره. آقا سه تو انگلیس چه یه خودرو خوب از چه قیمت شروع میشه؟ بذار توی بحث خودرو بگم. حیف این لایو فضای سبزمون رو بخوایم برای خود رو بذاریم، بعدا حتما خدمتتون میگم. سلام، علیک سلام، ایشالله که هرچی زودتر خوب بشه، ایشالله هرچی زودتر همه چی خوب بشه، یعنی ایرانمون خوب بشه که مجبور نشیم ازش فرار کنیم. میزنم یه خورده این لابلا رو ببینید، این درختای بسیار کهنه. اونجا هم دارن چند نفر از این درخته و پرنده ها دارن فیلم برداری میکنن، عکاسی میکنن. شما هم به خاطر صنعت ماهیگیریش اگر میخواهید بیایید، آره خوب، ولی اینطور نیست که مثلا صبح بلنشی برید مثلا هر جایی دلت میخواد، مثل ایران دیگه. ما همینجور برمیداشیم، یا قوطی نوشابه برمیداشیم و با اینجور چیزا هر جا دلمون میخواست میرفتیم ماهیگیری میکردیم. اینجا خوب بایستی بوک بکنید، جاهاشو بشناسید، بعد آره به هر حال هر چیزی اینجا اصولی داره و اصولش هم خیلی درسته. خب بریم یه ذره جلوتر، صدا پرنده ها رو. به به، اینجا رو من دیدم بعد از اینکه حالا قطع کردم، بایستی یه تصویری من اینجا بگیرم، یه کلیپی از پاییز اینجا براتون درست بکنم. اینجا چی درست کردم؟ اینجا یه لونه درست کرده، حالا کی درست کرده نمیدونم. چقدر حداقل باید داشت بری برای اقامت؟ هیچی، فقط کافی شما بیایید. هزینه پیکنیک و تفریح بالاست؟ اصلا، چون خورد و خوراکی اینجا خیلی ارزونه، بعد چون راحت آدم میتونه پول در بیاره، خیلی راحت میتونه به تفریحاتش برسه. خیلی آقایی که تفریحات خودتون رو با ما به اشتراک میذارید، به هر حال دیگه، به هر حال باید این کار رو بکنیم، چون وقتی آدم پیج میزنه، اونایی که فالو میکنن دوست دارن، به هر حال وظیفه آدم داره که باید انجام بده.
کارهای خوب قرنطینه چیه؟ خب هر کسی از دید خودش میگه چه کاری خوبه. من کار خوب از نظر من انجام کارهای هنریه. هر کار هنری، من شاید مثلا اگر من هر لحظه ولم بکنم دوست دارم گیتار تمرین بکنم تو هر شرایطی، بگو 6 ماه، بگو 1 سال، 2 سال. برای هر کسی یه تفریحی بایستی، برای خودش تفریحی که در آینده به دردش میخوره. به نظر من همچین چیزی خوبه برای قرنطینه. سلام آقا سعید، خوبید؟ خوب هستید؟ از کرونا هم فیلم بگیرید، از کرونا هم فیلم بگیرید. از کرونا؟ کرونا نداریم اینجا. چشم، چجوری؟ نمیدونم. خواهم نیکو منظورتون رو نفهمیدم. به شوخی کردید، جدی گفتید. ریشاتو یکم کوتاه تر کنی خوشتیب تر میشی جناب. چشم، چشم. سلام، به طور کلی از مهاجرت راضی هستین؟ از فرارم که به شدت راضی هستم، و چون اونور خیلی به شدت داره، خب مسلمن پس از مهاجرت هم بله راضیم. من راضیم. اونایی هم که میگن راضی نیستم علیکی میگن. اگر راضی نیستن چرا بر نمیگردن؟ هر کی که اومده راضی بوده، فقط بعضیا توقعشون زیاده، علیکی توقع میکنن، میگن که ما اومدیم اینجا که انگلیس به ما برسه، به خود میکنه. انتظار دارم مثلا ملکه صبح تا شب بیاد اینجا به یکی تشکر میکنم که تشریف آورد اینجا. اونم فقط یه خورده چیز دارم، وگرنه اگر بعده که خب برگرد برو کشور دیگه. من راضیم، من خودش راضیم. تا موقعی که مملکت و فرهنگمون درست بشه، فعلا اینجا رو ترجیح میدم. هر کی هم بیاد راضیه. و اینکه خیلی مراقب طبیعتشون هستن، خیلی به شدت مراقب طبیعتشون هستن. بعد جالب مردم هم هستن ها دیگه، فرهنگ شده دیگه. حداقل مدرک تحصیلی باید چی باشه بیان؟ برای چی؟ برای تحصیلی، تحصیلی مدرک میخواد. غیر تحصیلی که اصلا کسی نمیپرسه درس خوندی نخوندی. اینجا هم خیلی مراقب طبیعت هستن. بله مراقبن که این موقع سالم نمونه. هم مردم هم مسئولین، مسئولین از ته میزنن، مردمم که از ظاهر خراب میکنن. گوزن گفتن که آها گوزن. خب مراقب کرونا از از گوزن هم فیلم بگیر. من زهش و نقطهش رو نخوندم، یه از کرونا فیلم بگیر. چشم، دوباره برمیگردم میرم اون بری. چشم، الان اتفاقا تو لایو هم هست، میتونید برید دوباره بعدا سیفش میکنم ببینید. خب برعکس ایران که طبیعت ایران رو باید تمام آثار باستانی ملی خراب بکنه. بله، برای برنامه‌های خوب دولت برای مهار کرونا. آقا سعید، اینجا سبک چهره آرایش به مسئله کامل شخصی، ولی شما که همیشه توی لایو می‌بینی جذاب‌تر میشه. اگر نظرات دوستانم بدونید. آره، من معمولا سعی میکنم تو چیزهایی که باید نظر بگیرم میگیرم، ولی به هر حال دارم یه برنامه‌ای داره روی ظاهر، تیپ، نمیدونم اینجور چیزها، مجبورید. به هر حال من شرمنده ام دیگه، تحمل کنید دیگه. به هر حال به بزرگواری خودتون ببخشید. من سعی میکنم با برنامه‌های خوب ظاهر بدم رو به هر حال راپوشونی بکنم دیگه. شما هم تحمل کنید. به هر حال مرسی که هستید. بله بله گفتم، فهمیدم. ما چطور بیاییم دیگه؟ راه‌های مختلفی هست برای اومدن. راسته که میگن مردم انگلیس خیلی سرد و خشن هستن. نه، من توی لایو قبلی هم توضیح دادم، برید ببینید. اصلا اینطور نیست. من ژاپن هستم و ژاپن رو میگم. من مدرکم دیپلم میشه اقامت گرفت برای اروپا. خب من توی انگلیس هم اروپا نیستم، ولی اگر شما بخواید تحصیلی بیاید، اونو بایستی از دانشگاه ها برید اکسپت بگیرید. میرید دانشگاه، توی پسته قبلی توضیح دادم، میرید اونجا اکثر مدرکتون رو میزنید که اینه و میخوام بیام، و بعید میدونم البته با مدرک دیپلم بتونید تحصیلی بیایید. خب بریم به سمت گوزنا که دوست عزیزی خواسته بودن دوباره برگردیم اون بر. گوزن نیست، بچه آدم. خب بریم یه ذره جلوتر، بریم به سمت گوزنها. این گوزن هاست، اونایی که ندیدن بذارید من بیام پایین از دو شاخه و همینجوری بریم نزدیک ببینیم تا کجا میشه رفت.
این وحشی هم اومدن، حالا این دارم میرن کنار. میشه لطفا سوالات تخصصی چیزای دیگر رو بعدا با همدیگه بپرسیم؟ چون الان لابلای گوزنا من بخوام در مورد وام و خرید خودرو و خونه بگم خورده شاید سنخیت نداشته باشه، ولی بعدا چش در خدمتم. اینجاست فرهنگ مردم در مورد طبیعتش، من لذت واقعا بله واقعا واقعا لذت بخشه. امروز چقدر مهربان هستید و آرامش خاصی دارید. والله من همیشه سعی میکنم مهربان باشم، ولی خب دیگه وسط گوزنه دیگه هر سنگم که بیاری نیشش باز میشه. آقا سعید برای گرفتن وام خونه که حالا بعدم حتما باهاتون صحبت میکنم، الان ساعت چنده آقا سعید؟ الان ساعت 13:15:38، 3 ساعت و نیم با هم دیگه اختلاف داریم، شما از ما جلوتری در واقع. میشه یه لایف در مورد مهاجر تحصیلی؟ چشم حتما. کدوم پارک هستید که گوز داره؟ ریچمون پارک. بله اینجا چمنه دیگه. بله 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 چمن طبیعی هم هست. خب بذاری زر زوم بکنم ببینیم این. بسیار زیباست نه؟ خیلی لذت بخشه. پارک نزدیک شما هم آهو کانگورو داره. خب آدرسش رو بفرستی خواهم نیکو، یا برید خودتون فیلم و عکس بگیرید برام بفرستید، یا آدرس بدید من بعدا برم اونجا. کدوم پارک هستید خواهم نیکو؟ یعنی کدوم پارک نزدیک خونتون هست؟ بله دوستمون دارن عکاسی حرفه‌ای میکنن از اینجا. بریم جلوتر. و اینجا نزدیک ما گوزن و آهو و میمون داره با هم. حالا مشخصات کجا رو دارید؟ تهرانه؟ آره لطف میکنید. آره واقعا کاش تو شرخ سواری واقعا توی اینجا هم بود، توی ایران هم بود. توی ایران خیلی خطرناکی کسی بخواد دو شرخ سواری بکنه، چون کسی رعایت نمیکنه. اینجا شاید اوایل توی اون فیلمی که گرفتم بعدا خواهید دید که چقدر مردم رعایت میکنن. یعنی اگر شما فقط کافیه با دو شرخه ببینن دارید میرید، با فاصله خیلی زیاد از شما سبقت میگیرن، و اگرم نشه جایی سبقت بگیرن اصلا سبقت نمیگیرن، وای میستن تو شما برید. شده من جایی بوده که جاده باریک بود، خودم داشتم میرفتم، ماشینا همینجا پشت سرم میمدن و هیچ کس هم بوک نمیزنن. همینطور شما برید تا یه راهی باز بشه، که چون خطم ممتد بود اجازه نداشتم برن اونور، پشت سر من میمدن، که دیگه نهایت من اومدم توی پیاده رو و که بقیه برن و هیچ کس بوک نمیزنه. واقعا فرهنگ واقعا خیلی عالیه. کاش میشد مهاجرت به انگلیس آسون بود. آره واقعا، ولی یه بدی هم داشت که اون وقت انگلیس هم میشد ایران دیگه. خب هلند پارک. بله هلند پارک واقعا قشنگه. عرض به حضورتون دیگه ژاپن. کاش تو شخص هر بود ایران. آره خب تا اینجا هم دیدیم. خب دوستان چیکار بکنیم؟ بریم دور بزنیم یا خداحافظی کنیم؟ اگر صحبتی سوالی ندارید و اگر لذت بردید بگید که دیگه بریم ما هم یه دوری بزنیم. من میخوام چند تا کلیپ هم بگیرم برای داخل پیج، بعدم میخوام روش موسیقی بذارم از پاییز اینجا براتون یه کلیپ قشنگ درست بکنم.
زنده باشی، خداحافظ شما. ببخشید در مورد اجاره خونه توضیح بدید. توی آخه وسط پارک روی دوچرخه توی فضای سبز در مورد اجاره خونه به وقتش چشم. ما هم تهران یه چیزایی داریم شما ندارید، مثلا لاشخور آدم. البته اینجا هم هست و فکر نکنی اینجا نیست، اینجا هم لاشخور هست، آدمخوار هست، ولی کنترل میشن. تعدادش البته بله، روی تعداد خدایی شما میتونید پوز بدید، ولی اینجا هم هست، تعدادش خیلی ولی کمه. جاده های اینجا به نوعی حیات وحشه. چه تعبیر و تعریف قشنگی. خب ببخشید، پس من اونجوری گفتم، شما منظورت این بود که در مورد اجاره خانه توی یه پست براتون بذارم. به چشم چشم، عذرخواهی میکنم که منظورتون نفهمیدم. چشم، یه پست حتما در مورد اجاره خونه براتون میذارم حتما، ولی فکر کنم قبلا یه توضیحاتی دادم، ولی در مورد اجاره خانه فقط اجاره خونه فکر میکنم نداشتیم که. چشم، حتما این کارو میکنم. خیلی خوب شده رفتین، کاش میشد. شما گالری دارین؟ نه من گالری ندارم، و اینجا هم شرایط گالری داشتن و نقاشی ادامه دادن شرایط آسونی نیست. البته میشه، خیلی بهتر از ایرانه. من چون تو ایران مغازه هم داشتم هیچ کاری نتونستم بکنم، اما اینجا شما اگه مغازه داشته باشی خیلی کارا میتونی بکنی. به هر حال اگر سابقه داشته باشی اینجا و بعد چند سال توی زمینه شغلی خود، هر زمینه شغلی شما اینجا فعالیت بکنی میکشه بالا. و من هم شاید بخوام بعدا این کارو در مورد نقاشی من این کارو بکنم. خب سلام بر شما، خیلی ارادتمند، خیلی مخلص شما که دیدید این برنامه رو. یه مقدار میزن تصویر بره جلو و کم کم دیگه بایستی از حضورتون خداحافظی بکنم. بذار این حاج آقا بیان رد بشن که ما بریم. آسمان به شدت زیباست. دوستان و همراهان، به امید دیدار، امیدوارم یه روزی همه عزیزانی که دوست دارن بیان انگلیس رو توی ریچموند پارک با هم دیگه قرار بذاریم و ببینیم. به خدا میسپارم. See you next time.